خلاصت تو از این فیلا هیچ قدرتی توی منطقه نمیتونه در مقابل ما مقاومت کنه. ما میتونیم همه شهرها و ولایات اطراف رو به اشغال در بیاریم و به قدرت و ثروت خودمون اضافه کنیم. در این صورت من قوی ترین فرمانده نظامی تمام منطقه میشم و اون وقت دوران حاکمیت من شروع میشه. منظورتون اینه که میخوای جناب حاکمو کله پا کنی قربان؟ این فضولیا به تو نیومده. مراقب اوضاع باش و نذار مشکلی پیش بیاد. چشم اسکندر خان، خیالتون راحت باشه. قربان، از نمایش جنگی لذت میبرید؟ خیلی جالب و هیجان انگیزه. قربان، من یه پیشنهاد دارم. به نظر من بهتره چند تا از این فیلا بخریم و به قوای نظامی خودمون اضافه کنیم. مثلا چند تا؟ 100 تا. 100 تا فیل جنگی؟ نه، هزینش خیلی زیاد میشه. از اون گذشته ما با همه ولایات و شهرهای دوروبرمون در صلح هستیم. اما قربان، اوضاع همیشه به این منوال نمیمونه. هر لحظه ممکنه یه فرمانده جاه طلب قصد حمله به ما رو داشته باشه. حتی در اون صورت هم ما نیروهای مسلح و تجهیزات نظامی کافی داریم. چه نیازی به فیل جنگی؟ خودتون که مشاهده فرمودین قربان، این فیلا قدرت خیلی زیادی دارن. با این فیلا قدرت لشکریان ما چند برابر میشه. پولشو از کجا بیاریم؟ خودت که از اوضاع خزانه بهتر از من اطلاع داری. کافیه مالیاتا رو کمی افزایش بدیم. اون وقت در عرض 1 سال پول کافی برای خرید فیلای جنگی رو به چنگ میاریم. چی داری میگی اسکندر؟ مردم مالیاتای فعلی رو نمیتونن پرداخت کنن. چطوری میخوای مالیات اضافی از اونا بگیری؟ اگه لازم باشه باید به زور متوسل شد. ما این کارو برای رفاه و امنیت همین مردم داریم انجام میدیم. بفرمایید قربان، من حکم ابلاغ افزایش مالیات ها رو آماده کردم. شما فقط اونو مهر کنید. مطمئن باشید این به نفع مردم و حکومت خوارزمه. چه دستخط بدی هم داره، بیارش جلوتر. بفرمایید. شما حاکم عاقل آینده نگری هستین قربان. خیلی خب، دیگه وراجی نکن، برو کنار بذار فیلو تماشا کنم. اینجا چه خبره؟ اون فیل اینجا چی کار میکنه؟ فکر کنم دارن نمایش نظامی میدن. آره درسته، این فیلای جنگی قدرت خیلی زیادی دارن. هیچ تیر و نیزه‌ای به بدن اونا کارساز نیست. هر کس از این فیلا توی لشگرش داشته باشه به راحتی توی همه جنگا پیروز میشه. بگین صد تا از این فیلای جنگی برام به خوارزم بیار. میخوام همه اونا رو ازت بخرم. معامله شیرینیه مگه نه؟ کلی گیرت میاد. بله، معامله کلی خوبیه. مطمئن باشید حق حساب خوبیم به شما میدم. اما همه اینا در صورتیه که قرارداد و پولی هم در میون باشه. بله البته حق حساب به جای خودش، ولی ابله اینجا راجع بهش حرف نزن. قرارداد و پولت هم به زودی تهیه میکنم، یاد عجله نکن. چرا این نمی کنه؟ بچه ها اونجا رو نگاه کنیم. دیده دیوونه شد. الانه که همه چی رو خراب کنه. بیز 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 به تو میگم بیز بیز بری کنار کنار جلشو بگیریم با. آجالی، چه کمکی از من ساخته است؟ پهلوان، مردم و کسبه بازار از این وضعیت به تنگ اومدن.
مالیات های قبلی واقعا سنگین و کمرشکن بود، اما وضعیت جدیدی که پیش اومده و مالیات های اضافی که وضع شده کاردو به استخون رسونده. تأمل این وضع غیر ممکن شده. به من خبر دادن که اسکندر قصد داره تعداد زیادی فیل جنگی بخره. اغراض جاه طلبانه و نیات پلید اسکندر همه مردم رو به سختی و مرارت انداخته. اون میخواد لشکری از فیلهای جنگی راه بندازه تا آسایش و امنیت از مردم خارزم و شهرهای اطراف سلب کنه و برای تأمین پولش میخواد جیب مردم رو خالی کنه و همه رو به خاک سیاه بنشونه. پهلوان، بعد از خدا شما تنها پناه و ملجأ مردم هستید. یه فکری به حال ما بکنید. مطمئن باشید من هر کاری از دستم بر بیاد انجام میدم. از شاگردان میخوام کاری کنن که این وضع خاتمه پیدا کنه. چه کاری پهلوان؟ اونا میخوان چی کار کنن؟ حاج اکبر چی میگی؟ مگه شما به من اعتماد ندارید؟ به شما چرا؟ اما به شاگرداتون نه. قبول کنین که اونا چند تا جوون خام و بی تجربه هن. ممکنه دست به عملی بزنن که وضعیت از اینی هم که از بدتر بشه. شما از من میخواید چی کار کنم؟ ما از شما میخواییم که به دربار حاکم برین و از حاکم بخواییم که مالیاتای اضافی رو لغو کنه. شما میدونید که من توی عمرم هرگز پامو به درباره هیچ حاکمی نذاشتم و هیچ درخواستی هم از اونا نکردم. درست به همین دلیله که من فکر میکنم اگه شما به درباره حاکم برید ممکنه تأثیر کنه و مالیات لغو بشه. به نظر من اینطور نیست. حاکم خیلی تحت تأثیر اسکندره. اونا تصمیم خودشونو گرفتن و به توصیه های من و امثال منم اهمیتی نمیدن. حلوون، یعنی میخوای خواسته مردمو زیر پا بذاری؟ نه، من به خاطر مردم همراه شما به امارت حاکم میام. امیدوارم توصیه های من نظر حاکم رو عوض کنه. مرحبا پهلو، مرحبا. خوش آمدی پوریا، چه درخواستی داری؟ من برای خودم درخواستی ندارم، بلکه به اینجا آمدم تا از طرف مردم و کسبه خارزم از شما بخوام که مالیات های جدید رو لغو کنین. مطمئن باش که امر مهمی پیش آمد کرده و نیاز خیلی ضروری بوده که لازم شده مالیات ها رو اضافه کنیم. مردم در تنگی و اسرت هستن. بهتره به جای تجهیز قوای نظامی به منظور حمله به شهرها و ولایات دیگه کمی هم به فکر آسایش و راحتی بندگان خدا و همشهریامون باشیم. اگه منظورت از تجهیز قوای نظامی اون فیلای جنگیه، بهتره بدونید که ما این فیلا رو برای حمله به کشورهای دیگه نمیخوایم بخریم، بلکه مقصود ما دفاع از همین مردمه. اگه دشمن خارجی به شهر ما حمله کنه، چه کسی حاضره در مقابل اونها مقاومت کنه؟ اگه مردم از حکومتشون راضی باشن و در رفاه و آسایش به سر ببرن، مطمئن باشین که همه اونا برای دفاع از شهر و سرزمین خودشون اقدام میکنن. پوریا، مگه قدرت این مردم چقدره؟ یه فیل جنگی به اندازه 50 نفر از این مردم قدرت داره. من میتونم به سادگی این مسئله رو اثبات کنم. هیچ نیروی هر چقدر هم بزرگ نمیتونه در مقابل نیروی ایمان و اعتقاد مقابله کنه. این طور نیست، این مسئله هم به راحتی قابل اثباته. جناب حاکم، من یه پیشنهاد دارم. چه پیشنهادی؟ ما یه مسابقه ترتیب میدیم. در یه طرف مسابقه فیل جنگی قرار میگیره و در طرف دیگه یا پوریا با نیروی ایمان و اعتقادش یا 50 نفر از مردم با زور بازوشون. اگه فیل بازنده شد مالیات های جدید لغو بشن، ولی اگه برنده شد مردم دست از اعتراض بردارن و سر کار و زندگیشون برگردن. به نظر من که پیشنهاد خوبیه، شما موافقین؟ پیشنهاد خوبیه، من موافقم. ما هم موافقیم. ما موافقیم. من هم موافقم. خیلی خوب، اسکندر همین فردا ترتیب مسابقه رو بده. بله قربان. اهالی خارزم، همه شما خیلی خوب میدونیم برای چی اینجا جمع شدیم، پس بهتره وقت و هدر ندیم. چه کسی قراره با این فیل زور آزمایی کنه؟ 50 مرد یا پوریا؟
هر کسی هست بره وسط میدون. یادتون باشه این مسابقه فقط یک بار انجام میشه. حالا که اینا نمیخوان من در کنار مردم باشم و به اونا کمک کنم، اجازه بدید من به تنهایی با این فیل زورآزمایی کنم. مطمئن باشین پهلوان میتونه فیل رو شکست بده. من حرفی ندارم، اما چی؟ مردم تصمیم گرفتن خودشون با این فیل زورآزمایی کنن. چی؟ شما دارین اشتباه میکنین، بهتره به پهلوان اعتماد کنین. آخه چطوری؟ درسته که پهلوان خیلی زورمنده، اما مگه زور چند تا مرد توی سرپنجه و بازوی پوریاست؟ نه، مطمئنن زور 50 تا مرد از زور یه نفر بیشتره. حتی اگه 100 نفرم باشین بازم بهتره بذارین پهلوان با این فیل زور آزمایی کنه، اینجوری مطمئن تره. خوب فکر کنین. ما فکرامونو کردیم، این تنها شانسیه که مالیاتا لغو بشه، ما نمیخوایم این فرصت رو از دست بدیم. حاجلی بیا بریم. بریم حاج اکبر. پهلوان حالا ما چی کار کنیم؟ بریم و با همه زور و قدرتتون در کنار مردم باشیم. امیدوارم مسابقه رو ببریم. چشم پهلوان. بچه ها بریم. آماده باشید؟ دو گروه باید در چوبی بزرگ رو به طرف هم هل بدن. هر گروهی که از خط قرمز پشت سر خودش رقب کرد بره بازنده است. شروع کنید. مردم چرا اینجوری هن؟ اگه به شما اعتماد کرده بودن این وضعیت پیش نیومده بود. حسرت گذشته رو خوردن مشکلی رو حل نمی کنه. باید فکر تازه‌ای کرد. چه فکری پهلوان؟ تنها شانس لغو مالیات ها با اشتباه مردم از بین رفت. دیگه کسی نمیتونه مالیات ها رو لغو کنه. چرا؟ کسی که مالیات های جدید رو وضع کرده میتونه اونا رو لغو کنه. منظورتون حاکمه؟
بله، باید یه جوری از نقطه ضعف حاکم استفاده کرد و وادارش کرد مالیات ها رو لغو کنه. فهمیدم. من قیافه وحشت زده حاکم ها موقعی که فیل به جایگاه حمله کرده بود و هیچ وقت فراموش نمی کنم. خودشه. منظورت چیه؟ میخوای چی کار کنی؟ توتی بیا اینجا. به کمکتون نیاز دارم. بیاین بریم تو را براتون تعریف میکنم. پهلوان رخصت. موفق باشین بچه ها. پهلوان، من از اولشم با تصمیم مردم مخالف بودم، اما به تنهایی کاری از دستم بر نمی اومد. حاج اکبرم قصد داشت به اینجا بیاد اما روش نشد. من از طرف خودم و حاج اکبر و مردم از شما عذرخواهی میکنم. احتیاجی به عذرخواهی نیست. من از هیچ کس کدورتی به دل ندارم. مطمئن باشین هر کاری از دستم بر بیاد برای رفع مشکل مردم انجام میدم. متشکرم پهلوان، خدا حفظت کن. مواظب باشی بچه. من از طرف حرفایش داده چون اومدم. حرفایی را که بهت یاد دادم کلمه به کلمه بر حاکم تکرار کن. باری کردم. باره بینم چی کار میکنی. مواظب خودت باش. فیلا دارن به تو نزدیک میشن. برو کنار. مواظب خودت باش. تو کی هستی؟ از جون من چی میخوای؟ من از طرف ارواح اجداد تو اومدم تا یک پیام مهم رو بهت بدم. چه پیامی؟ لشکر فیلا قبل از همه به سراغ خودت میان و جایگاه و حکومت تو از بین میبرن. از فیلها بر حذر باش. از فیلها بر حذر باش. اول به بلخ حمله می کنیم، بعد میریم سراغ بخارا، بعد از اونجا میریم سراغ خیبه و بعد از اون میریم خود با انجیرا با حاکم تشریف آوردن. سلام قربان، خوب استراحت فرمودید؟ دیشب اصلا نتونستم بخوابم. کابوس وحشتناکی میدیدم. خیلی ترسیده بودم. بعد از این دیگه نه میترسید نه کابوس میبینید. بفرمایید قربان. این چی هست؟ قرارداد خرید فیلهای جنگی. فیل؟ کافیه اونو مهر کنید. شما با این کار آینده ی حکومت خودتون رو تضمین میکنید. من اگه به جای شما بودم یک لحظه هم درنگ نمیکردم. شک نکنید قربان، این به نفع همه است. نه، من این قرار دادا امضا نمی کنم. چرا قربان؟ مگه چی شده؟ مگه نشنیدی پوریا چی گفت؟ حق با اونه، مردم در سختی و مرارت هستن. قربان، ما نباید اجازه بدیم پوریا در امور حکومتی دخالت کنه. اما من از فیلا میترسم. نه، از مردم. من منظورم اینه که از خشم مردم میترسم. با این فیلا مردم هر چقدرم که خشمگین بشن کاری از دستشون بر نمیاد. اسکندر، اینقدر با من بحث نکن. دستور میدم مالیات‌های اضافی لغو بشن و فیلبان و فیلش همین امروز شهر رو ترک کنن. همین. حاصل یه شلوغی و اختشاشم نداره. قربان شدید این چی گفت؟ بازم پوریا، تا
تا موقعی که پوریای لعنتی توی این شهر هست من نمیتونم به اهدافم دست پیدا کنم. باید با استفاده از این فیل لااقل پوریا و زورخانش رو از سر راه خودم بردارم. چجوری قربان؟ خودتو که شنیدین جناب حاکم دستور دادن فیلبان و فیلش همین امروز خوارزم رو ترک کنن؟ من یه نقشه دارم. خوب گوشاتو باز کن. کنجد و حلوا هرده، فیل بره بر نگرده. ما فیل جنگی نمیخوای، گزمه بنگی نمیخوای، با مالیات سنگی چطور میخوای به جنگی؟ کنجد و حلوا هرده، فیل بره بر نگرده. نه فیل میخوایم نه فیل بون، لعنت به هرچی میمون. کنجد و حلوا هرده، فیل بره بر نگرده. ما فیل جنگی نمیخوای، گزمه بنگی نمیخوای، با مالیات سنگی چطور میخوای به جنگی؟ کنجد و حلوا هرده، فیل بره بر نگرده. نه فیل میخوایم نه فیل بون، لعنت به هرچی میمون. کنجد و حلوا هرده، فیل بره بر نگرده. تیمور کارتو شروع کن. چشم سیادر خان، گزمه ها کاری رو که گفتم درست و به موقع انجام بدین. یالا عجله کنین. چش تیمور خان برو بوده بیان. باکر جنگی رو هم کرده، الان که زورخونه رو با خاک یکسان کنه. پهلوان جون شما در خطره، باید هرچی زودتر از زورخونه برین بیرون. پهلوان خواهش میکنم یه چیزی بگید. الله اکبر. برای این کنار علی مدد. خواستی به ما بندازی؟ این که حتی زور یه مردم نداره. اسکندر خان من تهیور کردن کرده، من چیزی رو که دیدم باور نکرده. آخر چطوری ممکن بوده؟ زودتر گور تو گم کن و از این شهر برو. فیل جنگی هم نتونست برای اثر راه برداشتن پوریا به من کمک کنه، اما من بالاخره پوریا رو شکست میدم. بالاخره شکستش میدم، اینو ثابت میکنم. رفت. آره بچه ها، به نظر شما چه حیوانی از همه قوی تره؟ خودت بگو.
من میگم موش. موش؟ چون حتی فیلم از موش میترسه. راست میگی ها. چی شد؟ مثل اینکه اشتباه میکرد.